وقوع انفجار در هرات. شکایت ها از دستور تخریب برخی از خانه ها در ناحیه هفتم. تیرباران فرمانده قطع 511 مارشال عبدالرشید دوستم در فاریاب. و در پایان، افرادی که خورپف میکنند ممکن است بیشتر در مرز خطر ابتلا به سرطان و زوال عقل باشند. یافته های جالب و تکان دهنده این خبر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار: وقوع انفجار در هرات. منابع محلی در ولایت هرات میگویند که صدای یک انفجار را در این ولایت شنیدند. منابع در صحبت با روزنامه هشت صبح میگویند که این انفجار در منطقه شهدای هرات رخ داده است. طالبان در هرات با تایید این خبر گفتند که این انفجار کنترل شده بوده است. و گفته طالبان یک ماین از قبل جاسازی شده که از سوی آنان انفجار داده شده است. منابع می افزایند که از روز گذشته به این سو در این ساحه تلاشی خانه به خانه از سوی طالبان جریان دارد. شکایت ها از دستور تخریب برخی از خانه ها در ناحیه هفتم. شماری از باشندگان ناحیه هفتم و کابل می گویند که شهرداری کابل به آن که سرپناه برایشان در نظر بگیرد دستور ویران کردن خانه هایشان را داده است. آنان می گویند که در اوضاع کنونی از بهره چالش های اقتصادی نمی توانند که خانه دیگر بخرند. عبدالخیر که باشنده ناحیه هفتم شهر کابل است می گوید که با دستور شهرداری کابل ناگزیر است تا خانه اش را ویران کند. او در این باره گفت: من 15 سال پیش این خانه را 15 لخ خریدم، اما شهرداری آمد گفت تخریب کنند که سرک از اینجا تیر می شود. برخی از باشندگان این ناحیه می گویند که در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند. عبدالرحمن باشنده ناحیه هفتم شهر کابل گفت: فامیلم را از اینجا بردم در باغ در قریه خیمه زدند. خواجه محمود یکی دیگر از باشندگان این ناحیه گفت: خانه های ما دور از سرک است. اگر پلان ساخت سرک باشد باید جوی کلان که در وسط آن سرک است او را تخریب کند، سرک را کلان کند، باید برای تخریب خانه های ما جبران خساره کند. شهرداری کابل تاکید می‌ورزد که این نهاد در نظر دارد تا تمامی خانه های غیر پلانی ناحیه 4، 5 و 15 شهر کابل را از بهر عملی کردن ساخت پروژه های شهری ویران کند. یک منبع محلی در ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب به سلام وطندار میگوید که دو فرد مسلح ناشناس موترسایکل سوار، یک فرمانده پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم را تیرباران کردند. این رویداد شام چهارشنبه در روستای کوه سیاد ولسوالی شیرین‌تگاب رخ داده است. این مرد 75 ساله بوده است. و گفته منبع، این مرد در برابر خانه اش توسط افراد مسلح ناشناس تیرباران شده است. منبع می افزاید که این فرمانده جلیل نام داشت. 22 سال پیش یکی از فرماندهان قطعه 511 حزب جنبش ملی بوده و در این اواخر با کسی دشمنی نداشته است. گفته شده است که مهاجمان پس از انجام این قتل از ساحه فرار کردند. و در پایان، یورو نیوز گزارش می دهد بر اساس تحقیقات جدید، افرادی که خورپف می کنند به میزان قابل توجهی با افزایش خطر ابتلا به سرطان، بیماری های قلبی، عروقی و زوال عقل روبرو هستند. طبق تحقیقات دانشمندان سوئدی، وقفه تنفسی در خواب یا آپنه انسدادی خواب که در واقع خود را به صورت خورپف نشان می دهد باعث قطع اکسیژن به صورت مقطعی می شود. آپنه انسدادی خواب یا OSA حدود 30 میلیون آمریکایی و بسیاری دیگر در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده است. این عارضه باعث شل شدن و باریک شدن دیوارهای گلو می شود و تنفس طبیعی را چندین بار در شب مختل می کند. افراد دارای اضافه وزن به ویژه مستعد ابتلا به آپنه انسدادی خواب هستند. از اقدامات پیشگیرانه در این زمینه می توان به کاهش وزن یا استفاده از ماسک مخصوص روی بینی و دهان هنگام خواب که از طریق آن هوا را به پشت گلو می دمد تا مجاری تنفس را در شب باز نگه دارد اشاره کرد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.